شرکت نجاری و فلزکاری محی الدین زاده در سال 1374 با سرمایه بسیار ابتدایی آغاز به فعالیت نموده. پس از مدت آهسته آهسته این سرمایه کوچک بزرگ شد. به حدود 2 میلیون دلار در مساحت 2 جریب زمین رسید. شرکت نجاری و فلزکاری محی الدین زاده حالا با داشتن 150 پایه ماشین های مدرن و مختلف النوع در بخش نجاری و فلزکاری با داشتن استادان با تجربه در کابل فعالیت می کند. این شرکت اما با این حال با مشکلات جدی نیز اخیراً روبرو گردیده است. مسئولان در این شرکت میگویند بیشتر سرمایه ما فعلا نزد دولت بند است. مشکل نبود برق هم یک چالش جدی دیگر است که با آن در این اواخر دست و پنجه نرم میکنیم. 150 کیلووات جنراتور داریم که روزانه بسیار هزینه بالا مصرف جنراتور ما میاد که برای ما بسیار طاقت فرسا است، خیلی ما را فشار داده. هر قدر چون حالا وقت کاربار است یعنی کوشش میکنیم که ما عاید بکنیم، عایدی وجود نداره ولی ما در تاوان هستیم به نسبت جنراتور ما. اگر ما برق دولتی داشته باشیم، برق شهری داشته باشیم، امکان داره 100% ما نفع میبریم، ولی به نسبت جنراتور دیگه ما نفع بردن نمیتونیم. مصرف ما بالاست، برق ما امر خود را گرفتیم، برج برق خود را جور کردیم، چندین بار ما حیات آمده اما شرایط تکنیکی را سر ما تکمیل کرده، چندین بار سر ما مصرف آوردیم ولی برق بر ما ندادن. فعلاً هم کاغذ ما پیش رئیس عمومی خود برق کابل، اما کاغذ ما در دفتر شست ولی اجراات نمی کنه. در حقیقت چالش های اخیر باعث شده است که کار این شرکت روبه رکود شود و از 180 کارکن تکنیکی که در گذشته داشتیم حالا 10 نفر آن باقی مانده است. شرکت مبل و فرنیچر محی‌الدین زاده در سال 74 یعنی 1374 تأسیس شده. یک دراج خود آهسته آهسته پیش رفت و ما تانستیم که یک چند دکان را بگیریم به یک مساحت تقریبا حدود 100 متر مربع خود را جا به جای بسازیم، اونجا کار خود آغاز کنیم، یعنی کمی توسعه پیدا کردیم، ماشین‌آلات ما کمی زیادتر شد و دوره کرزه یا حکومت غنی کار زیاد بود و همین دورت باید سجزی شد که ما ماشین آلات زیاد بخریم و کارخانه را کلان بسازیم و همین را توسعه بدیم. کارخانه ما در حدود تنم زیربنای خود کارخانه تقریبا در مساب 4000 متر مربع میه که در این مقدار ما جا به جا هستیم که از تمام ساعت از این ما استفاده میکنیم، یعنی در حدود 2000 متر مربع از این خود ماشینری ماست و 2000 متر مربع از این قسمت گودام ماست و اجناس ما در اونجا جا به جا است. از صفر نجاری که تو کردکی وطنکی گپ بزنم، از یوب اسپار وطنی شروع الا بیایم تا مدرن ترین کار چوب و فلز که در دنیا آنچه که مدرن تولید میشه، یعنی ما تواناییش تولیدش داریم، یعنی از همون یوغ اسپار وطنی الا امی چیزی که براتون گفتم که مدرن ترین مبل و فرنیچری که در دنیا تولید میشه که هم در بخش فلز و هم در بخش چوب ما توانایی تولیدش و ماشینریش داریم و همون تیم تخنیکیش هم داریم. تجربه کاری تقریبا که 28 سال، تقریبا 30 سال میشه، 28-30 سال میشه که ما تجربه کاری داریم. در حدود تقریبا 2 میلیون دلار سرمایه گذاری ما هست در این کارخانه که همش در قسمت نجاری و فلز است. هر آنچه که شما در قسمت مبل و فرنیچر دفتر شما میگرده انواع مختلف شه، یعنی قابلیت تولیدش هم ما داریم، هم پذیرش فرمایش شد هم قابلیت تولید شد و از در قسمت دروازه و کلکین به شکل اساسی و مدرن همچنان قابلیت شد داریم و
در قسمت کارهای بیرونی یعنی کارهای فرمایشی که مثلا دیکور و دیزاین تعمیرات، قسمت های دیکور دیزاین داخلی تعمیر، بیرونی تعمیر، یعنی کارهای چوبکاری که میشه بر تزینات بیرونی تعمیرات و در داخل تعمیرات همچنان میتونیم کار کنیم. از این تزینات داخلی یعنی شکل هم کلاسیک شه کار کرده میتونیم، هم نورستانی شه کار کرده میتونیم و ساده شما همچنان. و در بخش MDF هم کار MDF که کار ساده میگیم، و در بخش MDF ساده و هم در بخش MDF الومینیشن فوق‌العاده دسترسی بالا داریم و مو استاندارد های جهانی، یعنی استاندارد هایی که زیاد مردم مال علاقمند کارهای ترک میگن، کارهای ترک و کارهای ترکی رو بسیار علاقمندی شده دارن، یعنی بالاتر از او ما دسترسی داریم. اون چی که به سطح بالا در فکر شما در قسمت این گپایی رو که گفتم در فکر شما میگرده، شما میتونید جنس خود جنس مورد علاقه خود به دست بیارید. یعنی ضرورت نیست که شما در فکر ازی باشید که باید این جنس ما را ما باید حتمی از ترکیه انتقال بدیم. نه، این امکانات ما داریم، این کارخانه ما در خدمتتان است، شما میتونید یعنی از این دیدن بکنی و ببینی که ما چه نوع امکانات داریم، انشالله مشکلتان حل میشه. مواد خام قسمت چوب ما از خود افغانستان تهیه میکنیم. ما چوب چهارمغز، چوب هرچه، چوب شیشم، این چوب ها همش پیداوار خود وطن، چیزی که اصلا از خود وطن استفاده میشه. ولی صرف چوب خار در بعض جای مواردی کار میشه، چوب خار خواهم هم میفهمن که از کشور روسیه میاد. و در قسمت MDF اضافه تر ما کار مکس از کار MDF ترکیه کار میکنیم و از MDF برند پاکستان هم کار میکنیم، از کمپانی های برندش کار میکنیم و اضافه تر کار ما از MDF ترکیه است. و کارهایی که ما انجام دادیم، کارهایی که همونطور با سطح بالاست که ما قصر دلکشا در خود ریاست جمهوری قصر دلکشا را ترمیم کردیم، کوتی باغچه را ترمیم کردیم، حرم سرای را ترمیم کردیم، قصر گلخانه، یعنی این قصرها را همه در بخش نجاریش مکمل از طریق شرکت نجاری و فلزکاری ما ترمیم کردیم و کارهای ساختمانیش از طریق ساختمانی شرکت ساختمانی ما کمی شرکت میدینزاره ترمیم کردیم و تمام کارهای میناتوریش همچنان انجام دادیم، از قصر دلکشا، کوتی باغچه، حرم سرای، گلخانه کارهایشان انجام دادیم. پارلمان جدید کابل، کارهای داخلش که موبل و فرنیچرش تقریبا 80% موبل و فرنیچرش از قبیل میز و چوکی و الماری و کوچهایش تمام منش ساخت ماست. لات چهارم قصر پارلمان که مسکوش و آینپوش هست همچنان کار ماست که کار فلسکاری و آینپوش و کار تخت پوش و کار مس پوشش و پالش مسش هم همچنان مربوط ماست. لوگوی پارلمان هم کار ماست که او در چند وقت پیش در فیسبوک دوستا انداخته بودن که لوگو کار کشور هندوستان است، یک کار بسیار عجیب و بسیار یک کار عالی است. نیم کارم کار ماست. زیادتر کارا سفارت امریکا کردیم و سفارت آلمان مکمل کارش کار ما بود، سفارت امریکا مکمل کارش کار ما بود، در بکرام کار کردیم، در کمپای امریکایی ها در مزار شریف اینجا کار کردیم، کارای خانه میرحمان، کارای تزینات داخل شکمک دیگر، کارای میز و چوکی کوچلی رحمان و
کتابخانه که در دیوالش نصب شده او هم کار ماست. همین میز کابینه که شما میبینی، میز کابینه که اشرف غنی در او وساب که میشینن جلسات خدا میگیرن و همین کابینه جلسات کابینه در او دایر میشه، تمام از این میز چوکی مکمل کار ماست. میز اشرف غنی میزی که به حساب از امان الله خان با مانده بود تو او را ما ترمیم کردیم و اشرف غنی استفاده از همون میز به خاطر کارهای تحریراتش از همون میز استفاده میکرد. کارها رو که انجام دادیم، کارهای مبل و فرنیچر مکمل پیسیش مانده، وزارت زراعت مکمل پیسیش مانده و از خود دفتر امرالله صالح، دفتر امرالله صالح مکمل پیسیش مانده، کارهاش انجام داده بودیم از رو هم مانده. این قسمت ها مکمل، یعنی در طول 3 سال ما مبل و فرنیچر که ساخته بودیم برای اداره امور و تدارکات ملی و به دفتر امرالله صالح و به وزارت زراعت که ساخته بودیم، در 3 سال 3 ساله کار ما پورش پیش دولت مانده بود که وقتی که حکومت تغییر کرد و سقوط کرد همش هم رو تمام موند تا حالا. باز میرحمانم ما در حدود 35 لک یا درست ارقامش یادم نیست، 35 لک یا 38 لک رفع از ما فرمایش برای ما فرمایش داد مبل و فرنیچر. ما برای شده کردیم و بردیم نصب کردیم، 15 لک یا 16 لک یعنی پول ما را محترم بگم ندادم بگم دم نظر به قوت و زوری که دم زمانش داشتن از امون استفاده کردن ندادم بگم. حتی شاید که بیان میتنم یک تعداد فرمایشات از حکومت جمهوریت که داده بودن، فرمایشاتشون همونطور نیمه کاره که یک تعداد جنس ها را که انتقال داده بودیم او برشان رسیده بود و یک تعداد جنس های که شما اینجا مان نه او جنس هایی که برشان رسیده بود پیسی از او را برای ما دادن، این جنس هایی که پیش ما ماند یا خانمان دیگه پیش خود ما ماند، ولی جنس هایی که برشان رسانده بودیم از همون قراردادی که داشتیم جنسایی که برای رسان ده بودیم اون جنسا پیسهش برای مان پیشان پیسهش برای مان آمده فرمایشات بیگول هم پیسهش مانده واقعش هم بود همینطور هم هست هم چند سیکه فرمایش داده بود او خود مستقیم خودش فرمایش نداده بود از همون طریق دفترهاشان برای ما فرمایش داده شده بود ولی او یک تعدادش برشان رسید و یک تعدادش پیش ما مان ولی پیسهشان را با ما ندادن. اوهایی که رسیده هم پیسهش ندادی که پیش ما از خانه هست اقلا این پیش خود ما هست یک چیزی ارزان سودایش میکنیم یک چیزی به دست ما میاید. یک گپ خوب شنی نیست که همی گیت با مردم برسانه این گپ که این یک کارخانه هست این یک کارخانه این اینجا وجود داره که مردم باید باور کنن، باور کامل کنن که این یک کارخانه در افغانستان وجود داره، یعنی ضرورت ندارن که برن یا ترکیه جستجو بکنن که والا ما مبل ما را از کجا بیاریم، یعنی این مبل ما ساخته نمیشه در وطن، ساخته نیست، نمیشه، امکاناتش نیست. نه برادر، اینجا در وطن بیا تو یه دفعه در کارخانه بیا ببین ما $2 میلیون سرمایه‌گذاری کردیم با چی کردیم؟ خب ببینیم شما کردیم بیاییم از امکانات وطن استفاده کنی، چوب بهترین چوبی که در دنیا چوب چهار مغز است که ارزشش چقدر بالاست، ما اینجا فوق العاده امکاناتش داریم، پیش ما به حساب مفت هفتیده چوب عرشه داریم دیگه، چوبای قیمتی خوب خوب چوبا داریم، از این استفاده بکنی بهترین چیز است، از این استفاده کنی و دیگه از امکانات ما استفاده کنی. یک دم گفتیگان تم سادش یک دفعه امتحان بکنی تزینات داخل تعمیر مرکزی بانک جهانی، تعمیری که جدید ساخت در سرک 13 وزیر اکبرخان، یک کار مدرن بود، یک کار مدرن، قطارهای بسیار مدرن، کلکینا مدرن، او کار هم همیشه مکمل ما انجام دادیم که مکمل از چوب چهار مغز 7 سانتی چوب بود، قطارهایش بسیار یک قطارهای مدرن و دیگه کار سفارت هندوستان هست. دفتر خود سفیر هندوستان هست. ما تزینات داخلش انجام داریم. منزل سوم خانه اشرف غنی که مکمل منزل سومش هم مکمل از چوب ساخت، یعنی یک خانه چوبی ساخت که ما او را زیر نظر یک انجینیر اروپایی که با مو نظر اروپایی ساخته شد، یعنی زیر نظر یک انجینیر اروپایی ساخته شد او را مکمل ما ساختیم.
مکمل تمام سیستم مرکزگر میشه، برقش هم میشه مکمل برش فعال کردیم که استفاده میکنه. فعلا دیگه نیست. خانه اشرف غنی در حدود یک فکر میکنم 2.5 لک دلار بود. و دیگه کار ما کار خانه حنیف اطمر است، یعنی وزیر داخلی افغانستان. وزیر داخلی افغانستان حنیف اطمر کار خانهش در سرک 13 وزیر اکبر خان، چوب و تزینات چوبی داخلش، کلکین، دروازه، همش مکمل کار شرکت ماست، شرکت میدین زاده. خب او خو از اینه امی کارهای چیزش کمتر بود، اوقدر زیاد نبود، ولی او به خاطر که سیستم مرکزگرمیش، یک سیستم مرکزگرمی بسیار مدرن در او کار شد که در اوگید تقریبا 3 لک 3.5 لک تن هم سیستم مرکزگرمیش برش نصب کرد. دیگه به اون نسبت یک سر از اینه شب بالا بود که گپشنگ در 6.5 لک کنید دورا برام. شروع میکنیم به قصه ماشین آلات را که ما به کارخانه داریم و از این استفاده میکنیم. اول که این ماشین است، این یک ماشین خوشکن است که 3 متر مکعب چوبی ره که درخت عرق و نیجری به ظرف 3 روز که 24 ساعت برق سرش باشه، به 3 روز به 3 روز برق سرش نره، به 3 روز این ماشین چوب خشک میکنه، مکمل رطوبتش کاملا از بین میبره. از اینی طرف میگیم و یعنی یک ماشینه که یک سیسی خرابی یا ماشین خرابی اتومات هست، اتومات کار خرابی میکنه و یا ماشین سیسی که اگر مراوض شده هم از این را دارد، ماشین سیسی تکلایی زرسا و یا هم کارهای سنجان داریم و یعنی ماشین هست که می چفتی های اوزار داره، چفتی های اوزار داره که از این دیف تولید میشه، این روش ورق یا وکم ورق میگره، یعنی روش هر رنگ ورق پلاستیک بگویم یا لمنشن بگویم میگره. یعنی هم بخش کندنکاری کلاسیک ما هست که استاد ما کندنکاری کلاسیک میکنه، شما میدونی از این دیدی که او کار نیمه کارش است و این هم کار تکمیلش است. از این طرف اگه بگیری تحصیل شما قرار میدونی. ماشین قطر ماست، تخت های بیف توسطی یا قطعکاری میکنیم. از این 3 پایه ماشین داریم، این کلانش هست، این وسطش هست و ماشین دیگه شام کلانتر شد. یا قطر کلان هست بساط، ماشین کلان قطر. یا ماشین پرس سرد ما، پرس سرد است، یعنی سرد پرس میکنه. یا ماشین وکم ورق، یک تا، دو تا، 3 تا، هر 3ش ماشین وکم ورق است. یا ماشین خراب شده. این پرس گرم ماست، کمیال فعال است، در داخلش چوب ورق چسبوندیم، در داخلش است. این هم دیگش است که ما سیستم گرم میکنه. ورق 4 مغز میگیره در این دیف، ورق 4 مغز میگیره. این هم وکم چی دو ماست که لمنیشن این تخت های MDF ها که دروازه و طراق می سازن باز توسط از این در موجوش هم لمنیشن ها نصب میکنن یا میشونن یا وکم میکنن بگویم. یا ماشین ها انجامه،
ماشین ها اینجا آمد، میز الماری و الماری هایی که از این دیگ ساخته میشه باز توسط از این انجام ها میشه، بسته بندی امو میز و الماری هایی که بسته بندی میشه توسط انجام ها همین کار شبیه میکنه که چند تا پل میخوره و با کار میکنه. این ماشینک نوارچسبان است. نوارچسبان کار راست میکنه و یعنی نوارچسبان نوار قسمت های گوله سرای گول تختره این نوار میچسبانه. اینی هم برشک کنج کار همی کنجای کار که نوار میگیریم با اضافه میمونه توسط از این برشکاری میشه. یعنی جای چبراست میزنه در فلای اموری اما جای چبراست بازول میزنه. این ماشین چیز است، ماشین پی وی سی یا نوار پی وی سی دلماری ها تخت های الماری تو رو ساخته میشه نوار پی وی سی که میگیرن توسط این ماشین. میرم روتر سرمیزی میگن دیگه، واسه ما روتر سرمیزی میگیم کنشین چنایی و بسیار استفاده خوب از این شده میتونه هم از کارهای بسیار مغلق ما توسط از این انجام میتونه. بیام یک ریک مال بسیار ارکاره است چند رقم کار که تزی ما گرفته میتونیم که چوبای کجا خمام ریک مال میکنه، چوبای راست هم ریک مال میکنه، چوبای مدور هم ریک مال میکنه، یعنی چند نوار استفاده میشه هست بشه. یوم یک ماشینه که انجامه است و ما بیشتر پیده پورتان تشریح کردم ماشین انجامه بسته‌بندی الماری و طورا. یوم یک ماشینه که سوراخ‌کاری جای قلف دروازه و طورا است. این ماشین پل رنده پلند ما یا رنده‌ای که چوب رنده می‌کنند ماشین تیزکاری پل از واقع. یوم ماشین کتر است با زاویه‌ها که با زاویه‌های مختلف چوب خط‌کاری می‌کنند. این ماشینک سوراخ‌کاری است. ما ماشینک سوراخ‌کاری یا چولکشی می‌گیم، خاک‌کشی می‌گیم. چوب از سوراخ می‌کنند. یعنی این رقم کارا رو انجام می‌دهد. همین ماشین. و یک تو و این ماشین ما ماشین چولکشی ما میگیم که این کار را انجام میده. شما ببینید هم در زاویه در این گولی این چوله برش کشیده، یعنی بسیار کار مغلق انجام میده، بسیار کار خوب انجام میده، یعنی بسیار در حساب کار خیلی سهولت ها را با بار میاره. کار بسیار ساده و استاندارد از همه چیزش که در معتبرتر همین کار استانداردش است که کار استاندارد میکنه. یعنی یک ماشینه که تسکشی یا قالب کشی بگویم که یک تولید بسیار زیاد که داشته باشی و برش اتو قالبا ساخته میشه، اتو قالبا ساخته میشه برش بازی قالبه که در ماشین بسته کردی باز در مقابلش چوبش هم مانده میری ماشین دور خورده میره و اوتومات اما تو دورانی مثل تولید زنجیره‌ای واری همه چوبه که مانده رفتی و یک شه تمام میکنه باز دیگه شه میمونی دیگه شه تمام میکنه، یعنی چهار دانه چوبه همزمان در یک دوره خود گرفته میره و کار سرش انجام داده و همه تو تمام میکنه کار شد. حالا باید از اون ماشین از کارهای مختلف هست. کندنگاری کلاسیک هست. این کار سینسیز دیگه کار ماشین ماست و پیشتر دیده کار دست ما رو و این کار ماشین هست که ماشین های ششکلایی و چارکلایی رو انجام میده کار شد.
یعنی ماشین پروفیل کشی است. ماشین پروفیل کشی خرد که چیتکای اوزار چوبای بازوی کلکین دروازه را یک دفعه برش کچالک شه اوزار شه همه چیز شه بسته میکنی پل مختلف داره پلا شه بسته میکنی چوبا که در چنگش دادی از دو طرف برای کمون چیز میکشه خلاص. این خردش هست و این ماشین کلامش هست. این ماشین کلامش هست. هر دوش کار پروفیل میکنن یا اوزارکشی یا پروفیل کشی چوب که چوب هم پروفیل بکشی هم اوزارکشی کنی و هم کچالک بکنی یا کاری رو که سجده کنی هم زمان مثلا یک چوب ده 6 متر اما هم اوزار برش بزنی هم کچالک برش بزنی یعنی چند کار رو یک چوب یک بار انجام میده و از این طرف چوب رو برای تسلیم میکنه خلاص. اینی هم یک ماشینه که خرابی اوتومات یا مدرن است که خودش در اوتوکات یک خرابی را دیزاین میکنی میاری برش میدی با همزمان دو کار را دو چوب یک کار انجام میده یعنی دو چوب همزمان یک خرابی میکنه و این دو ماشین ما مردوش کار را انجامه را میکنه یعنی مردوش یک کار را میکنه یک دفعه مثلا کار انجامه میکنه یعنی دو ماشین ما که از این ما پل جنگ میکنیم پل ماشین های را تصمیم ما را از یک کنده شد با توسط از این جنگ میکنیم یا ولدنگش میکنیم و اینی ماشین تستاری پلای ویدی های ما هست پلای ویدی ها را ما پلای ویدی ها که در بازار فکر میکنم کم پیدا شد از این تستاری بکنم ولی ما اینجا فرم ماشین از اینجا داریم که اینی پلاک دنداناش که شما ببینید دنداناش که کم میشه با توسط از این پل این سیستم اتومات اینجا نصب میکنیم اتومات خودش کار میکنه دندان های از این رو فیز میکنه همین ماشین هم نوار چسبان گول هست یعنی کارهای گول هم انجام میده و این ماشین هم خطر هست ماشین خطر هست یا میتونه با زاویه های مختلف قطعاری کنه چوب رو این ماشین رکمال تسمه‌ای است که اما هر 60 سانتی متر چوبه یک تخته باشه این در بدیکی بازی رکمال میتونه به چار سفره و هر درجه مختلف داره درجه رو که برش یادی باز چوب رو کار هم که رکمال میتونه سفره این ماشین ما از پندل میگیم دیگه همون کار سابق هم از پندل است کارهای مختلف انجام میده که فعلا شما میاد کارخانه بینید که این کار جایی‌کاری سور است پیوان‌کاری سور است اینجا پیوان که در کلام دیگه که داری که اینجا خیلی شده است خب اونجا این کارها را توسط زمین انجام دادن که این دو تا شو با هم به جنگ میکنن یا پیوان میکنن یعنی کار شد توسط از این پلی انجام داده که خیلی محکم میگیره هیچ وقت این خطا نمیخوره و به جایی میشه این ماشین هم ماشین لوکی ما میگویم یا دیگه ماشین گچ میگن ما لوکی میگویم که چوب وقتی که ضخامت بیتی مثلا یک چوب 10 سانتی بخوایی بکشی و هم درجه شباسته میدونی با چوب که در چنگ دادی یعنی به 10 سانتی چوب از این طرف تسلیمت میکنه خلاص و این خردش هست این ماشین هست همین ماشین لوکی ماشین خردش هست و این هم یک روتر ماشین روتر بساب استاده هست بساب روتر میزی ها که هم همون کارهای بسار بالا را انجام میده وارا کچاله هر چیزی که تزید میزنن این هم یک چیز هست ماشین سراخکاری جای قلف دروازه و ناخونک تلفون و اینطوری چیزا را انجام میده جای انجامه را میزنن و ایش هم همچنان تقریبا کار امو ماشین ها میکنه که جای قلف دروازه و امو سراختاری ها و جای چبراست دروازه و امو دوره را میزنه و اینی ماشین قالب کشی سیام این ماشین بساب یک قالب مثلا چوکی های کلاسیک که جور میکنیم پاهای کجخم هست
پای کج و خم است، پای کج و خم است. مثالش ما براتون یک چه نشون میدم. یعنی تا کم پارا آنو با صاحب یک کمی نمونه میسازی، سمپل میسازم. سمپل که ساختی باز در یک خانه ازی که دادی باز چهار پایه دیگر را نصب میکنی، باز از روی سمپل چهار پایه دیگر همزمان بر تو یک قسم میکشه میسازم. و یعنی ماشین هم ماشین چولکشی هست دیگر، با صاحب که کیپل آره چولکشی میکنه یا پردای چولای چوب میبره. یعنی ماشین هم ماشین رکمال تصمیه ماست. رکمال تصمیه است که مثلا تخت های بسیار کلان بخوایی روش رکمال بکنی توسط از این رکمال کاری میشه. یعنی ماشین چند پل داره، چند کار هم زمان انجام میده. وقتی که یک چوب در چنگش میدی از یک طرف برش پرده میکشه، از دیگه طرف پردهش میبره، هم زمان تقریبا چهار کار هم زمان چهار کار سر یک چوب انجام میده. یعنی هم چول برای چوب میکشه، هم پرده چوب میبره، هم بساب قطاری تاراق چوب میکنه. و یعنی ماشین های عره تسمه های ماست. عره تسمه اینی هست که کتازی ما بساب چوبا را بساب شکل کشی میکنیم، کارهای خود به دیگر انجام میدیم. ایشان کارهای سقیل شکل کشی هم و تسکشی بگویم، کجخم کشی بگویم، او کارا را انجام میده. و یعنی ماشینه که ما ماشینه که سراخکاری از ما میبینیم پلش خاصیت برمره داره، ولی این سراخکاری یعنی کوره سراخکاری میکنه، گل سراخکاری نمیکنه، یعنی سراخ چارکنج میکنه. بسیار یک ماشینه که خوب است و کلکین دروازه سازی خیلی از کارهای خوب را انجام میده که کارا بسیار وقت دولت انجام میده. یا ماشین قطر، یک ماشین که قطر اوتومات است، اوش همچنان دو ماشین از اوش یک خاصیت ها داره. این اواقع شما اوتومات است که اونطور که اوش کنی پایپ تخال و خاک کش میکنه به نظرت زیتی برقا و اگر کم میتونه من هم اوتورا که سالم کنم به خطر از اتصال میکنم به خیر خیلی زیاد مصرف میکنه. این ماشین هم ماشین کلند یا رنده بگویم، رنده ما که این ماشین رنده خرد است. این ماشین کلندتر است، این دفعی دیگوش است، ترسی از این یک کارا میکنه. یعنی رنده ماشین رنده کلند است، صرف که از این چه به رنده میکنه. و این هم معمول یک ماشینه که پروفیل کشید خورد خورد است، پروفیل کشی خورد به توافق از این چیزی اوزار میزنن و پروفیل کشی میکنن. و این ماشینه که هم با یک ماشینه که تحت خورد تبتاری است به کارهای تیار یکان جایی که ما سر یکان پروژا جایی که میریم و کارهایی که میتردیم به اینجا با بردن و بنازکاری و انجام کارش باز این ماشینه رو دستای کار انتقال میدیم، دستای کار از یاد استفاده میکنیم. و این یک ماشین خرابی همه که نسبت هم قدیمی تر است که کارهای دست کتش کارهای دست انجام یعنی خرابی دستی میشه، کار کتش قدیمی که دست خرابی میشه. و خب ماشین هست میتونیم که کارهای رو بخواییم که دست انجام بکنیم بسیار ساده همه از این انجام میشه. یعنی هم گدام چوب ما، ذخیره چوب ما است که چوب چهارمغز است مکمل. و این چوب ها بسیار وقت خریداری شده، بسیار پیش چوب ها میخریم به خاطر که یک مدت زمان باید در زیر افته و فضای آزاد باشه که تا خوش شود که خب اما رطوبتی که در بین داره کاملا صفر شود که استفاده درست باده بتونه که از جریان کار باید نشه که خرابی بکنه، افتاب کنه بگرده و توی وقت درست کار نمیده. میریم حالا در بخش پرکاری یا اموجه که ما در او کارخانه می کوچ و همین چیزا را که میسازیم با در اینجا در این اتاق میاریمش با پرکاری، یعنی کار تکه و اسفنج و توراش در اینجا میشه. یعنی اتاق پرکاری ما هست که اینجا
یعنی اسفنج است، اسفنجی که استفاده میکنیم اسفنجای 40 کیلو 50 کیلو است که ما خود ما یارو فرماش میدیم، مثلا در بازار کسی از این اسفنجای 40 کیلو 50 کیلو قطعا استفاده نمیکنه. ما از این نوع اسفنجا استفاده در کارهای خود میکنیم و یعنی کار استاندارد میکنیم، کار بازاری نمیکنیم. همون قسم این در تمام سیستم کار ما، یعنی مواد خام و ماسا و این کارهایی که ما انجام شده و ماشینالات هم، این ماشینالات ما تقریبا این ماشین های خیاطی، چند نوع ماشین خیاطی جا ما داریم که دبل دوز هست، نابل دوز هست، زگزاگ ماشین زگزاگ، یعنی یک سیستم خیاطی مکمل و بسیار مجهز، کاملا هیچ یعنی هیچ نوع کمبوتات نداریم. حتی یک قیچی ما که هست، قیچی ما برقی است، یعنی قیچی که دست نمیشه، همینش توسط برق انجام میشه و اتاقشان مخصوص است، یک اتاق خاص در مساحت تقریبا 100 متر مربع، یک 120 متر مربع یک اتاق داره مخصوص بخواد. میریم در بخش پالشکاری یا اتاق رنگمالی ما که اونو کارهای که انجام میفته اوجه، باز میاییم اینجا ما ای را انتقال میدیم به اتاق رنگمالی ما. ای هم از اتاق رنگمالی یا پالشکاری بگویم که اینجا هم رنگمالی انجام میفته و هم پالشکاری، و ما این سیستم رو برش نصب کردیم. سیستم آواکش داره که اینجا هم بخاراتی که از رنگ وقتی که رنگ پاش میده بخاراتی که پیدا میشه، این بخارات باید از چیزیتر هم آواکش کنه و ببره که بخاطر از اینکه پس دوباره در سر امو جنسی رو که رنگ میکنن نشینه، که بخاطر از اینکه رو پس سرش دانه دانه پیدا میشه و هم رنگ ظرافت خود عدس میده. و این کارهای انجام شده و نیمه انجام شده اینجا دارم، یعنی کارهای هست که این استاد ما کم کم سرش گلگلکاری کرده، یک در پله دروازه هست و اونو که به حساب یک قلم از سر زده داشت که سرش کار کنه، کارهای شمیز تکمیل نیست، سرش کارهای تکمیلش دیگه زیر از این ترپال هست، حالا روزه نیست که برد شان بکنیم. این اتاق پالشکاری ما یا اتاق رنگمالی ما یک اتاق مخصوص خودش هست، یعنی ما در یک فضای آزاد در جایی که جای مشخص داریم رنگ پالشکاری و رنگمالی خود را میکنیم. اما گپا را زدیم، حالا گپ مهمتر را براتان بگویم که مهمتر گپی هست که ما همی ماشینالات داریم و همی کارخانه را داریم با همی مساحت و با همی سرمایه که حساب در اینجا سرمایه گذاری کردیم، ولی مشکلات کلانی که داریم ما برق نداریم. برق ما برق جنریتور است، 150 کیلووات جنریتور داریم که روزانه بسیار هزینه بالا و مصرف جنریتور ما میاد که برای ما بسیار طاقت فرسا است، خیلی ما را فشار داده. هر قدر چون حالا وقت کاربار هم است کوشش میکنیم که ما عاید بکنیم، عایدی وجود نداره، ولی ما در تاوان هستیم به نسبت جنریتور ما. اگر ما برق دولتی داشته باشیم، برق شهری داشته باشیم، امکان داره 100% ما نفع میبریم، ولی به نسبت جنریتور دیگه ما نفع بردن نمیتونیم. مصرف ما بالاست، برق ما امر خود را گرفتیم، برج برق خود را جور کردیم، چندین بار هیئت آمده اما شرایط تکنیکی را سر ما تکمیل کرده، چندین بار سر ما مصرف آوردیم ولی برق برای ما ندادن. فعلا هم کاغذ ما پیش رئیس عمومی خود برق کابل، پیش رئیس برق، رئیس برق کابل اما کاغذ ما در دفتر شست ولی اجراعات نمی کنه. با وزیر صاحب تجارت هم پیشنهاد خود دادیم، بر وزارت تجارت به چندین شعباتش رفتیم، عریضه کردیم، تای مراحل کردیم، مکتوب برای ما دادن، او هم برای ما فایده نکرد. خلاصه یعنی ما موفق نشدیم که ما برق خود را وصل کنیم. برج برق ما ساختگی است، لاین نزدیک لاین ما پایه که ما بردیم در نزدیک برق عمومی که برای ما برق وصل شد فقط 3 متر تفاوت داره، یعنی در 3 متر دیگه میتونه لاین ما وصل شود. لاین های ما را حلقه زدین و همونجا ویزان در پایه ما ماندین تا که نمیفهم کدام روز که خدا بخواه برق ما وصل شده بخیر که ویروس کدام روز باشه. خب کاروبار خب معلوم داره، همگی شکایت خدا داره، تنها ما شکایت خدا نداریم که همگی شکایت خدا داره که هیچ کاروباری وجود نداره.
اصلا بگویم که اگه کار ده حد صفر است شاید کسی باور نکنه، ولی نظر به کاری که ما سابق داشتیم یعنی قبل از سقوط داشتیم حالا کار صفر است. ما 180 یعنی کمترین کارگری که داشتیم 80 نفر، ولی حالا ما داریم 6 نفر شاگرد داریم. خب 6 نفر شاگرد در مقابل 80 نفر استاد کار اصلا صفر است. یعنی 6 نفر شاگرد ما جمع کردیم که تا ما کارهای را انجام میدیم که اقلا یک قوت و لایمود بر از ما شود. یعنی خود ما را میخواه بر ما خود چیزی نمیشه، اقلا ماشینالات ما فعال باشه که ماشینالات عدس ما نره و دیگه کارخانه فعال باشه که اقلا فعال بودن ما باعث ازی شود که با امید ازی هستیم که کدام کاری به دست ما بیاییم. اگر این قسم ادامه پیدا کنه دیگه معلوم دار است. یعنی اصول اگه خودش میفهمه که تو کام میفهمه که تو همین قسم دوام کنه دیگه مجبور هستیم بسته کنیم دیگه، خود نمیشه ادامه داده نمیشه. همین سرمایه که جا و جای کردیم این سرمایه کارت نکنه خود به خود مجبور هستیم اقلا با طول آین بفروشه میشه یک کار دیگه بکنیم از مفاد نکنیم.